جئنا به بضاعت مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي وصلى الله عليه وسلم بيجلو ائمتان و سادتان و قادتان بهم اتب الله و من اعدائهم اتب الرحم باهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ما شاء الله حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شبهای گذشت عرض کردم که آیات آخرین سوره مبارک احزاب می فرماید که من یک امانتی داشتم شیئی نفیس گرانمایه و گرانبها این امانت را بر عوالم وجود عرضه داشتم اونا تکوینن و خلقتشون ذاتشون ابا از حمل این امانت داشت اونی که قابلیت داشت این امانت را بپذیرد انسان بود لکن ظلوم است و جهول صیغه مبالغه است بسیار ستمکار است بسیار جاهل است رو به عقل و علم نمیره با توجه به این که این نکته را داشته باشید کارش دارم با توجه به این که در جلد اول اصول کافی اول جلد اول اصول کافی من از شما عزیزان خواهش میکنم خاضعانه برادرانه ناصحانه مشفقانه خواهش میکنم و هر کسی دو منو میشنوه این کتاب شریف اصول کافی ترجمه های خوبی داره یکی از بهترین ترجمه هاش که جدیدن ازش رونمایی شد ترجمه از شنست که دانشمند محترم آقای عاشق حسین انصاریان خونساری عموزادی حجارز انصاریان مداح معروف رحمه الله ایشون ترجمه کرده و رونمایی شد ازش در قم چند وقت قبل این خوب ترجمه کرده
کمان که قرآن را خوب ترجمه کرده، نهج البلاغه را خوب ترجمه کرده، صحیفه سجادی را خوب ترجمه کرده، اینم خوب ترجمه کرده. بخلید تو خونه‌تون داشته باشید. در اینو داشت، اینو کتاب بگیر از من اول. در اول جلد اول اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، همیشه در روایات جهل مقابل عقل است نه مقابل علم. ممکنه یک کسی درس نخونده باشه، جای نرفته باشه، حوزه نرفته باشه، دانشگاه نرفته باشه، از نظر علومی جاهل باشه، ولی از نظر عقل خیلی کامله. من توی عمر کوتاه هم مردانی که سواد نداشتن ولی بسیار عاقل بودن خیلی دیدم. البته ملای عاقلم دیدم، نه خیلی ها، کم، اما اونا خیلی دیدم. عرصمت بر این که حالا این امانت چی بوده، کی به ما عرضه شده است و ما پذیرفته ایم و حمل کرده ایم در عالم زر با بیان دیشب و پریشب. حالا این امانت چیست؟ بحث امشب و به بعد را که این مقدار لطیف داره میره جلو، انشالله به فضل خدا، انشالله کمکم کنه خدا. این امانت چیست؟ با توجه به روایاتی که من یه چیز، حالا با توجه به روایاتی که از اهل بیت رسیده، مفسرین علیهم السلام طبق روایات 7 تفسیر برای این امانت گفتن. اولیش که اون 6 دیگه راه هست. حالا من نمیخوام بگم من مفسرم، استغفرالله، من قدم به این که بخوام عقل و علمم قد نمیده بخوام مفسر قرآن باشم، اما وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه که اون 6 دیگه راه هست برای رسیدن به اولی. اینم که در روایات فرمودن، حالا وقتی گفتم یکی یکی میبینید که همینجوری که عرض میکنم اون 6 دیگه، گوش کنید ها، گوش کنید، یعنی یه وقت یک بحث هست، آدم قصه میگه، مسئله میگه، راحت روانه، یه وقت یک مطلب تفسیری قرآنی عمیق و دقیق و لطیفه، هم گوینده را خسته میکنه هم شنونده را، ولی خوب گوش کنید. فرمودن که اولین تفسیرش روایت داریم، فرمودن ولایت است. این ولایت است یعنی چی؟ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 55 سوره مائده، آخرین سوره طولانی که بر خاتم الانبیا یک جا نازل شد، سوره مائده است. انما ولیکم الله، گوش کنید ها، به موبایلت نگاه نکن، با موبایلتم حرف نزن، گوشو بذار جیبت، حیفه، خیانته، به من گوش بده. اگه میخوای اول، انما ولیکم الله، اون کسی که بر شما ولایت دارد در تکوینت و در تشریعت، خدای منان است. اونی که بدون، با یک جنکوتای دیشب اشاره کردم، اونی که بدون اراده و اختیار من مرا خلق کرده است با ولایت و سیطره و سلطنتش، و اونی که مرا اداره می کند با ولایتش، و اونی که مرا تا اینجا رسونده است با ولایتش، و اونی که مرا رزق میده با ولایتش، اونی که مرا اینجوری خلق کرده است با ولایتش، اونی که مرا عبد خودش آفریده است، مخلوق خودش آفریده است، فقیر خودش آفریده است. ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این ولایت در تکوین و در تشریع که 6 تفسیر بعدیش همین تشریعشه، خوب گوش کنید ها، همین تشریعشه. بنده به شما حق ندارم شرعا، بنده به شما، اصل اولی این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایت ندارد. اصل اولی این است که شما را، بشر را، خدای منان حر آفریده است، آزاد آفریده است، آقا آفریده است. ولایت داشتن خلاف اصله، چون خلاف اصل است دلیل میخواد. یه وقت یه چیزی مطابق اصله دلیل نمیخواد، اما یه چیزی خلاف اصل است و
وقتی خلاف از شد دلیل میخواد و دلیلم منحصر میشود در خودش. لذا میفرماد انما ولیکم الله. هم در تکوینت بنده حق ندارم به شما بگم آقا جون پاشو از اونجا یه لیوان آب رو من بیار، حق ندارم من امری بکنم، حق ندارم. حالا خانم هم گوش میکنند ولی انشالله بهش میرسم، آروم آروم همه را میگم. وقتی انسان ازدواج میکنه یک وظایفی خدای منان به گردن مرد میگذاره به نفع همسرش، به نفع همسرش. یعنی بر مرد واجب است که مسکن تهیه کنه، بر مرد واجب است لباس زن را تهیه کنه، بر مرد واجب است ناشتا نهار شامش را، بر مرد واجب است از روسری تا جوراب، بر مرد واجبه، بر مرد واجب است زمستون گرمای خونه را، تابستون خونکی خانه را آماده کنه. بر زنم واجب است از این شوهر اطاعت کند، بدون اجازش بیرون نره، با مردی غیر شوهرش ارتباط و تماس نداشته باشه. این حقوقی است که به هم دیگه دارن، حقوقی است که به هم دیگه دارن، حقوق غیر ولایته. ولی بنده بر بچه صغیر خودم ولایت دارم، جد و جده، جد اب و جد، بابا و پدر بزرگ بر پسرش ولایت داره، بر صغیر و مجنون ولایت داره. ولایت خلاف اصله الا ما ثبت به دلیل. معلوم شد ولایت خلاف اصله مگر اینکه خدا فرماد انما، این از جزی نیست، یعنی محصور است، یعنی حصر است، حصر است، منحصر به همینه. اول ولی شما که بر شما ولایت دارد در خلقت، از اول خلقت تا حالا و تا مرگ روز قیامت و در تشریع، پاشو صبح وضو بگیر اینجوری که من میگم وضو بگیر، خودم میخوام اینجوری رو ولش کن، این که من میگم، اینجور که من میگم، رو به قبله بایست، این که من میگم، نماز بخون، دو رکعت بخون، اینجور که من میگم، اولش تکبیر آخرش تسلیم، اینجور که من میگم، بر مردان واجب است بلند بخون، اینجور که من میگم، خدا میگه دا، من نمیگم من میگم، خدا میگه من میگم، نماز ظهر اینجور، عصر اینجور، مغرب اینجور، عشا اینجور، روزه اینجور، خمس اینجور، زکات اینجور، تا آخر، حدود و قصاص و دیات و ارث و تا آخر. خب اون کسی که بر ما ولایت خدا منان است، اینی که در روایت در اصول کافی تفسیر برهان است که فرمود منظور از امانت ولایت است، یعنی چی؟ یعنی او وقت عرضه کرده است بر عوالم این ولایت را، عوالم قابلیت برای حمل این امانت نداشتن. چرا؟ چون شیشتای بعدی ها ندارن. شیشتای بعدی چی؟ چی حالا که میگم حالت میشه گوش کنا. خب این ولایت تکوینی پذیرشه. تفسیر دوم چیست؟ عقل. تفسیر سوم چیست؟ اختیار، اراده. تفسیر چهارم چیست؟ احکام. نماز روز خمس آخر. این امانت های خداست. آسمونا، زمین، کوها، عقل دارید شما؟ قابلیت دارید این عقلی که تو مخ این آغاز، تو این هیکل این آغاز، تو بدن این آغاز، آسمان ها و زمین و کوها قابلیت داشتن این عقلا خدا بهشون بده و با عقل بپذیرن؟ این ولایت تکوینی و تشریعی را، تشریعیش ها نه، تکوینیش را جمیع عوالم پذیرفتند، از خودشون اراده و اختیار ندارن. لشمس و ینبغی لها انتود کل قمر و للیل سابق و نهار. تمام عوالم وجود مسلط، ولایت تکوینی الهیه بهشون سلطنت داره، سیطره داره، بدون اینکه ذره از خودشون اراده و اختیار داشته باشن. 5 میلیارد سال از خلقت زمین و خورشید میگذره، زمین دور خودش و دور خورشید بدون اراده و اختیار خودش داره میچرخه، دور خودش شبان روز، دور خورشید فصول اربعه، بهار، تابستان، پاییز، زمستان داره تولید میشه. این ولایت تکوینیه را عوالم پذیرفتن، اما ولا تکوین پذیرشش با عقل و اختیار نیست. اونی که ولایت خدای منان را میتواند پذیرا باشد
با عقل و با اختیار انسانه. پس امانت خدا چی شد؟ پذیرش ولایت مطلقه تکوینی و تشریعی خدا با عقل عوالم ندارن، با اختیار عوالم ندارن، با اراده عوالم ندارن. اونی که با اراده و عقل و اختیار ولایت مطلقه خدایی را پذیراست، چجوری پذیراست؟ می شود عبد خدا، کلمیت بین یدی الغسال، مثل مرده‌ای که بین دست غسل دهنده است. این برش میندازه، اونورش میندازه، از خود اختیار نداره، کفنش میکنه، اراده نداره، تو قبرش میذاره. اینجوری عبد خریدش، گفت باجون اسمت چیه؟ گفت تو بگی چی میخوری، یه چی تو بدی، چی کار میکنم؟ گفت من عبدم. اونی که خدای منان فرموده است چشم مطیع باشه. وقتی اونجور شدی، به اون کمال صفت رسیدی، به اون صفت کمال پذیرش، هم اعتقادت اونی که منو خلق کرده است بر من ولایت دارد، یه روزی منو میمیرونه، هیچ کس هم قدرت نداره جلوشو بگیره، خداست. اونی که منو تا اینجا آورده و رزقم داده خداست. اونی که من در برزخ و در قیامت سر و کار دارم خداست. او بر من بخواهی یا نخواهی ولایت دارد. همینطور که بخواهی یا نخواهی خورشید سر دقیقه طلوع، سر ثانی غروب، بخواهی یا نخواهی، ماه سر ثانیه طلوع، سر ثانیه غروب، بخوای یا نخوای، زمین در حال چرخش، بخوای یا نخوای، عمر در حال عبور، بخوای یا نخوای، این ولایت مطلقه تکوینی الهیه را با اعتقاد پذیرفتن. اما اعتقاد قلب تنها کافی نیست، باید با زبون اقرار کنی لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، اخر هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون عما يشركون، اخر. اینا با قلبت بپذیری، با زبونم بگی، او وقتم که به مقام عمل میرسی، آقا اینجوری وضو بگیر چش، اینجوری اگه آب نبود اینجوری تیمم کن چش، اینجوری نماز بخون صبح وزور عصر مغرب عشا چش. بهش میرسم. یکی از تفاصیل امانت اعضا و جوارح هست. این دل امانت من است، پلو تو. بهش میرسم و شرح میکنم، دارم تو فاز اخلاق میرم، دارم تو فاز اونایی که با چجوری باشیم میرم، گوش کن خودم، نگید خودت هستی یا نوا، من یه نوارم، شما به نبانه میگه نوار، چرا خودت عمل نمی کنی؟ من یه رو مطالعه کنم را شما میگم، به من اعتراض نکن، من درک نکردم، نرسیدم بهش. حالی شد در مقام عمل، آقا نماز اینجوری، تیمم اینجوری، قسم، نه آقا من میخوام اینجوری وضو بگیرم، تو غلط میکنی، با آقا سه بار به نوبا، من میخوام اگه آب نیست قسم کنم، مثل خراکه تو خاکا میغلطن، تو خاکا بغلطن، مثل اون آقایی که چون پخش مستقیم است ناراحت میشن اگه بگیم کی، چون گفتم خلا به سیبیلشون برمیخوره. اون مردی که غسل نیاز داشت لخ شد، گفت خب قرآن گفته تیمم، حالا که آب نیست غسل کنم، تو غسل باید هم به بدن آب بگیره، معلوم میشود. ببین اون آقا چقدر ملا بوده، خیلی ملا بوده، به عمر قسم چقدر ملا بوده، حالا که آب نیست قوز کنم لخ میشم و تو خاکا میغلطم، همه بدنم خاک میگیره. حالیت شد یا حالیت نشد؟ حالیت شد. خب این میگه چی؟ نه بابا این که نیست، تیمم دو کف دست از رستنگاه مو تا ابرو، خلاص، فقط پیشونید، همه بدنه که خاک مالی نکنه، خیلی آخه کاره که بشوره اینجوری. و ریز زندگی را از اول تا آخر، هرچی خدا گفت بگو چشم، اون وقت است که هرچی تو بگی خدا میگه چشم. میره فندلسکی اون جریان و اون نماز، گفتن سید چکار داره میکنی؟ گفت 70 ساله هرچی خدا گفت سید گفتم بله قربان،
حالا وقتی که من بگم خدا بگید بله قربان و همین کارم کرد، بهش میرسم میگم پذیرش ولایت مطلقه الهیه در قلب اعتقاد، با زبان اقرار، در مقام عملم سانت به سانت و مو به مو همجور برو جلو، او وقت میشوی آیت الله سی جماد حیدری با رفقایی که الان تو جلسه حضور دارن زمان حیاتش، رفتیم خونشون، من چیزای شنیده بودم ازش، ازش سوال کردم، یکی از چیزایی که پرسیدم ازش این بود، چون میدونستم ایشون قدرت دارد روحش و خودش از بدنش بیاره بیرون، بدن اینجا افتاده و میره ملاد، میدونستم اینا. گفتم آقا جون من میخوام بپرسم از ازتون، شما محضر امام زمان مشرف شده یا نه؟ ایشون قلیون میکشید و سکوت و انکار. گفتم آقا ببین اکرم الضعیف ولو کان کافرا، رفقا شاهدند، خدا شاهد، رفقا هم شاهد، خدا شهادت بده، امام زمان شاهد باش. فرمودن که سکوت. گفتم آقا ببین اکرم الضعیف ولو کان کافرا، اکرام این است که بگی اسلام. فرمودن همین ماه شعبان گذشته مشهد مشرف بودم، از گوشه زاویه مسجد گوهرشاد از پلا رفتم پایین رو به روی ذریح مطهر امام رضا، پشت به قبله جامعه میخوندم، دم یه آقای اومد پایین، یه بالتو پوشته بود، یه علشینم سرش بود، یه عبا هم دوشش بود، گفت واسه جواد سلام علیکم. گفتم علیکم السلام. فرمود یکی از اصحاب و یاران خاص امام زمان که حدیث صحیح هست، گوش، در اصول کافی عربی جلد اول امام صادق فرمود ما به ثلاثین من وحشه، همیشه 30 نفر از اوتاد کنار حضرت هست، باشون نماز جمعه میخونه و و و و و السلام علیکم تقرأ و تبین، قرآن میگه، تفسیر میگه، اینا اوتادند، 30 نفر. فرمود همیشه 30 نفر از اوتاد و اولیای خدا کنار امام زمانن، تنها نیست. خب یا از ابدال بوده؟ گفت آقا یاسر جواد حیدری. گفتم بله. فرمودن که یکی از یاران و اصحاب خاص امام زمان کنار زنه داره زیارت میخونه، میخوای بری ببینیش؟ گفتم من دارم با امام رضا حرف میزنم و جامعه میخونم، امامم را با غیر امام عوض نمی کنم. نرفتم، امتحان بود، قبول شد ماشاءالله. فردا دوباره همون موقع ساعت 10 داش سالمم همونجا جامعه میخونم، دم همه بنده خدا دوباره اومد پایین، سلام و حال احوال گفت واسه جواد. گفتم بله. فرمود دیرو بهت گفتم یکی از خواص امام زمان اینجاست، بیا برو محضرش. نرفتی. امرو عرض میکنم امام زمان کنار زنه داره زیارت میخونه، اگه میخوای محضر آقا بری، میخوای بری؟ گفتم آره. حالا شد امام است و امام طوری نیست. رفتم وارد گوشم دم دست چپ آقای استاد داره زیارت میخونه، استادم تموم شد زیارتش، برگشت سلام کردم علیکم السلام و دست منو گرفت و رفتیم بالا سر نشستیم. گفتم خب. گفت دیگه خب، دیگه خب، بس دیگه، هر چی گفتم خب، گفت دیگه بس دیگه، نمیگم. مگه شما با چه تو؟ چرا؟ چون 95 سال هرچی خدا گفت سه جواد گفت لبیک، نماز شب لبیک، مناجات لبیک، دروغ نگو لبیک، غیبت نکن لبیک، تهمت نزن لبیک. او وقت چیزا دیگه که حالا بعضیش هم از من تعهد گرفته حتی بعد مرگش هم نگم، لذا نمیگم. خیلی چیز داشت، غریب و مظلوم بود تو این شهر، کم بودن بشناسنش، حیف. حدیث صحیح هست، اگه نبود نمیگفتم، ضامن وقت و عمرت باشم اگه غیر از این که هست میگم. ابازر رضوان الله تعالی علی وارد شد بر سلمان، رفت دیدنش تو مدینه. گوش کنید الان این حرف که میزنم را، اگر اونایی که اونور آبن زندگی میکنن، تمام بزرگان ما را، مقدسات ما را، مقدسین ما را مسخره میکنن، احکام دین ما را عقل ندارن، پذیرش ندارن، اگه اینا بفهمن مسخره میکنن، ولی من نباید مسخره او گوش بدم. چرا؟ چون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا. پیغمبرم از خونه که میای بیرون مسخرهت میکنن، بکنن پس نیاد بیرون. اعوذ بالله من الشیطان اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا. اذان میگید نماز بخونید، مشکل مسخره رو میکنن، پس اذان نگیم نمازم نخونیم. آره نه. اعوذ بالله من الشیطان یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول، بگو بعدشا
الا کانو به یستهزئون، تمام انبیا را مسخره میکردن. از این شغلا در طول تاریخ فراوان بوده. ما کار خوب میکنیم. حدیث هایی هست، حاجی حسین نوری استاد هاش خباز قومی کتابی داره به نام نفس الرحمن. بعید نمیدونم تو همین مجلس هم باشه کسی که با عقلش نخونه، ولی با عقل میخونه، با عقل تو نمیخونه، تو عقلت ضعیفه. اگه باشه کسی هم اینه باید اینجوری باید جواب دادم. عباز رفت خونه سلمان، گوش رفت خونه سلمان، دید که یه اجاق بسته، چهار تا آجوری بر، چهار تا آجور یا خش این بر اون بر، یه دی گذاشته روش، دهنار گوش. ما میگیم دهنار، شما یه از یا نمیگید دهنار؟ دهنار رو 25 و 50 نمیگید شما؟ میگید دهنار گوش دو سیر و نیم. گوش انداخت داخل اینجا، آبرم ریخته روش، پاشا گرفته زیر دیگ، آتیش از پاش داره میره بالا و دیگ میگوله، چوب نداشته. یه نگاه کردید یا الله، پا سلمان زیر دیگه، ازش آتیش داره میره بالا و دیگ میگوله. گفت سلمان چی کار میکنی؟ برگش ببینه کیه داره میبینه، اونی که نباید همه کس ببینه. پاش خورد به، برگش پاش خورد به اجاق، اجاق افتاد، دیگ دمر شد، نریخ، دوباره گرفت گذاشت سر جاش، دوید پهلوی رسول خدا. سلمان فهمید، پاشو دوید تا رسید پیغمبر اکرم، فرمود ارفق به اخیک، با برادرت مدارا کن، نشونش نده. خب یه درجه ایمان اینجوری میشه، داشت سکته میکرد تعجب، نکن این کارا، نشون همه کس نده. باور کنید هست، میشه، تو هم میتون. چیکار کرده بود؟ ولایت مطلقه الهی را در اعتقاد، در اقرار به زبان و در عمل پذیرفته بود. خودشا برای خدا کمال صفت ربوبیت مال خداست، خودم هیچی نیستم، من کیم؟ سوره نساء آیه 28، خلق الانسان ضعیفا، من کیم؟ ایها الناس انا خلقنا الانسان من نطفه علقه، مزغه، علقه یعنی به اندازه یه ماش خون بسته شده، مزغه یعنی به اندازه یه مغز پسته گوشت جویده شده، شده این، شده این. کمال صفت ربوبیت را برای خدا و کمال صفت عبودیت را برای خودت. خدای منان فرموده در شهوت به حلالت قانع باش. این نگاهی که میکنی چیز خو گیرت نمیاد جز دلت میمیره، نکن چرش چیز گیرت میاد. زن و هم همشون مثل همه، یکی خود کوتاه‌تره، یکی بلندتره، یکی دماغش کوچولوتره، یکی بزرگتره، یکی نمیدونم قدش بلندتره، یکی چاختره، یکی لام، چیزی نیست. چش آقا این کلمه دروغ است نگو، چش آقا این غیبت مؤمن حرمت مؤمن نگو، بینا میرسم آ. با اینا کار دارم آ. تون برم که برسم به همش، به همش. خب این پذیرش ولایت مطلقه ربوبیت برا ذات مقدس حق خالق این عوالم برا او و کمال عبودیت برا خودت. این که میگد امانت ولایت است یعنی این. بعد حالا این ولایت را من از کجا بفهمم؟ یه همچین خدایی هست و یه همچین ولایتی بر من داره و رسوله پیغمبر. بعد از پیغمبر ما، خب پیغمبرمون که بعد از پیغمبر کی؟ والذین الذین آنانی که آمنو الذین یقیمون الصلات یعطون از زکات و هم راکعون، آنانی که نماز و رکوع و صدقه و زکات. خدایا چهل تفسیر اهل سنت را خدایا به حق فاطمه زهرا، برای این پیرمرد ریش سفیدی که غرق در گناه هست و نشناخت تو را و عبادت نکرد تو را، قیامت شهادت بده. چهل تفسیر سنی و شیعه را دیدم، همه میگن آیه مال امیرالمومنینه، همه میگن. پس اگر مال امیرالمومنینه سنی ها میگن، چرا میگن الذینه؟ بیان جا دوازده تا نه یکی، الذینه. حدیث صحیح الاصول کافی است، فرمودن که اون ملکی که بر امیر المؤمنین نازل شد در حال نماز و آقا بهش صدقه زکات داد انگشترش را،
یکی از نشانه های امامت ماست، بر هر 12 امام نازل می شود و نشانه امامت ماست. نمیدونستی ها؟ چون نه اصول کافی خونده بود نه کسی گفته بود، نمیدونستی. فرمودن بر هر 12 تای ما نازل می شود اون ملک. یکی از نشانه های امامت ما این است که ملک نازل میشه در حال نماز، میگه بده ما هم میدیم. یه مرده ای اسمشو نمیبرم، نمیخوام چون صدام می، یه مرده ای بعد از این آیه 70 تا انگشتر داد، 70 تا نماز تو مسجد خون، 70 تا انگشتر داد. یا آیه بیاد و نایمد خلافش اومد. آیه آمد ای حق باز، آیه آمد ای پدر سوخته. اون که نماز میخونه کس دیگه است، تو که نیستی؟ اگه نماز میخوندی که زهرا را کتک نمیزدی پدر سگ. نمازت نمازگه بود که دختر پیغمبره تا بله در دیوار فشار نمیدادی، زنا زاده یه صد تا پدر. اون وقت این ولایت مطلقه تکوینیش را عوالم نپذیرفتن. چرا؟ 120 میلیارد کهکشان را کیه داره میکنه؟ در اختیار خدا. اما عقل که ندارن، ارزش ندارد، چون با عقل نیست. اون عقلی که در ماها هست، جلد اول، جلد اول اصول کافی، قال صادق علیه السلام، حدیث صحیح هست، العقل ما عبده به الرحمن و کتوسه و به الجنان. اون عقل تو کوه و زمین و خورشید و ماه و سیار، تو اونا نیست. امانت خدا تو هست، ارزش اطاعت تو اینه که عقل داری که اونا ندارن. امانت خدا عقل است. حدیث شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه کتابی دارد به نام علل و شرایع. بیای پایین، میام پایین، بیای جلو، بگی چی نمیگم. چرا نمیگم؟ بخیل نیستم، برای که میخوام همینجا گوش کنی بنویسی. علل و شرایع، من بخیل نیستم. میبینم بعضی از سوال آدم قصش میشه، خب من گفتم، چرا گوش نمیدی؟ این که میگم گوش به خاطر که میدونم بعضی ها گوشاشون تیز نیست. گوش، کتابیست به نام علل و شرایع. من از شما به عنوان عبد دون خاضعانه مشفقانه تقاضا میکنم این کتاب رو ترجمه شده به فارسی بخرید. جبرائیل آمد گفت یا رسول الله، خدای منان من رو فرستاده، فرموده است برو به جعفر طیار، داداشی که 10 سال از امیرالمؤمنین بزرگتر بود، فرمانده جنگ موته، شهید در اردن روم، خدا منو فرستاده. حدیث صحیح هست از امام صادقه، علل و شرایع. فرموده است برو به جعفر طیار بگو خدای منان فرمودن به خاطر 4 تا کاری که در مکه مشرکین میکردن و تو نکردی من دوست دارم. الله اکبر، ببین بشر تا کجا میره. وقتم که اومد از حبشه مدینه، جبرائیل اومد و نماز جعفر طیار را آورد به افتخار این جعفر به نام جعفر. حلال مشکلات هست نماز جعفر، به خصوص اگر بتوانی در سجده آخر یه خورده گریه کنی، التماس خدا را بکنی، معجزه میکنه. اکسیر عظمت به فرمانده بزرگان ما مفاتیح، ببین میگه نماز جعفر طیار اکسیر عظم است، به خدا راست میگه، معجزه میکنه نماز جعفر طیار. وقت فجرش هم اول نیم ساعت سر و مونده به اذان ظهر روز جمعه است، از اعمال روز جمعه، تو مفاتیح تو اعمال روز جمعه نماز جعفر طیار. رشم گفت خیلی خوب، پیغمبر خدا فرمود جعفر بیا. وقتی ما فرمودن که جبرئیل اومد اینجوری میگه، اون 4 تا کار چیه؟ گفت آقا جون من اگر خدای منان و جبرئیل نفرموده بودن من نمیگفتم، اخلاصم به هم میریخ، ولی حالا که میفرماد بگو میگم. چش گفت بگو. گفت در جاهلیت در مک، در اسم چیه حجاز، پر بود از زنان بد حجاب. مادر عمرو عاص پرچم داشت، مادر
زیاد ابن ابی پدر عبید الله پرچم داشت، سمیه. مادر سعد وقاص پدر عمر سعد پرچم داشت. مادر معاویه که 1150 تا شوهر داشت، 1150 تا داره پخش میشه، کسانی هستن که میدونن راست میگن. 1150 مرد با این ارتباط داشتن. حالا این معاویه از کدومشونه فقط خدا میدونه، چون قاطی پاتی و خرد تو خر بود. خب امر و آسه کشه، اینا مادراشون جوری بودن، فرمودن کسی میخواد زنا کنه خیلی راحت، مثل حالا با اروپا. چرا بگم اروپا؟ چرا بگم اروپا؟ پاشو بیا دستا بگیرم ببرم میده که اشعرهای ایران. آره ما چی جواب خدا را میدیم نمیدونم. بعد از 40 سال رادیو و تلویزیون در اختیار ما و گویندگان، پاشو بریم تهرون ببین چه خبره. تو خیابونا، تو کوچه. من زنا نکردم. گفت چرا؟ فعلل و شرا علتش. گفت چرا؟ فرمود چون میدانستم. کی میگفت اینا؟ بهم عقلم میگفتش که میدانستم اگر به ناموس این آقا خیانت کردم، به ناموسم خیانت میشود، پس نمیکنم. گفت دومیش، فرمود بت نپرستیدم. گفت چرا؟ عرض کرد آقا جون به خاطر این که دم اینا فصل خورما، همین الان شهریور خورما پزونه، فصل خورما با خورما یه بت درست میکنه مجسمه. این مجسمه هایی که میسازن ساختنش حرام است. اون کسی که میسازه و بیت المال صرفش میکنه ضامن است. فتوای کل فقهای شیعه و سنی است ساخت مجسمه سی بت. اینا بت. فرمود بت نپرستیدم. گفت چرا؟ دم آقا جون اینا با خورما اینا ساخته مثل مجسمه، مثل هیکل من. گربا میان بهش میشاشن، بعدم که گشنش میشه میخونتش. خب که خدا نیستی؟ چی چی؟ با سنگ میتراشه خدا، با چوب میتراشه خدا، غذا میذاره بغل این سنگ و چوب تبرک بشه بخوره. چی چی؟ عقل داشتم من. عقل. سوم دروغ نگفتم. فهمون چرا؟ چون دم دروغ که بگم ابهتم، بهاام، ارزشم، قیمتم، شخصیتم خلاص میشه. میگن با ولش کن دروغ بگه. اینا ولش کن دروغ میگه. تو جامعه دیگه قیمت ندارم تا بگن راست میگه. چهارم شراب نخوردم. گفت آقا چرا؟ فهمو چون دیدم اگر شراب بخورم عقلم به هم ور میشه. انسانیت من، کمال صفت عبودیت من، پذیرش ولایت مطلقه تک و تشریع ربوبیت مال خدا درست من، او وقتی است که عقلم رو بدنم ثابت و استوار باشه. قوام انسانیت به عقل است. با این عقل، این که مفسرین بزرگوار رضوان خدا به اونا که رحمت خدا رفتند و اینا میگن منظور از امانت عقل است، یعنی با این عقل میتوانی العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. یه مردی به یک زنی برخورد کرد، میخواست بهش خیانت کند. وقتی نشستن برای خیانت یه نگاه کرد و پاشو برکرد بره. گفت پچه داری میری آقا؟ ما که حرف نداشتیم. گفتش که قرآن خوندم میگه جنت ارضها السماوات و الارض، بهش عرض بهش به اندازه زمین است تا بالای آسمان ها. کسی که زمین تا بالای آسمان ها با اون وسعت را بفروشید به یه زن، خیلی خره. نمی کنم این کارو. من عقل دارم. پاشو دلم. عوالم وجود خدا را ولی خودش میدانه. عوالم وجود عبادت میکند خدا را، مطیع خداست در گردش و چرخش، اما عین ذات تکوینشه با عقل که نیست، با اختیار که نیست، اختیار نداره. خورشید لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون، اما نه عقل توشه،
نه اراده و اختیار، هیچ کدوم. اونی که کارش ارزش دارد، ارزش دارد چون با عقل است با اختیار. حضراتی که تشریف دارید، خانم و آقایون، کسی شما را هول داد آورد اینجا؟ نه، خودت اومدی. آقا پس در آدیش سوال دیشبی جوونا سوال کردی، جوابشو گوش کن. آقا پس ما اگر در عالم زر کنار خبیثان ارواح خبیثه بوده ایم و بوور داشته ایم و لذا در اینجا معصیت میکنیم، پس ما نخیر اینجا که میای با عقل میای، با اراده و اختیار میای، نباید بکنی؟ میتونی نکنی؟ میخوام ببینم آیا شم را کسی هولش داد رو سینما پسند یا خودش را؟ عمر سعدا کسی هولش داد یا خودش اومد؟ خب میتونه مثل حور نیاد. حور خودش اومد، کسی هولش داد؟ حور خودش اومد؟ نه خیر، کسی هولش داد؟ بله، کی؟ عقل. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اگر شرابی در ظرف بزرگی، مثلا غدیری، غدیر یعنی گودال بزرگی، استخری، حوضی، چه میدونم دریاچه بریزه، اونجا خشک بشه، کفش علف سبز بشه، یه بره بره از این علف بخوره، بیاد بیرون بره لای 100 تا گوسفند، 1000 تا گوسفند، ندونم کدوم بود، من از کل گله ای که یکیش علفی خورده است که تو این زمین شراب ریخته شده باشه، من از کل گله گوشت نمیخورم، اینقدر نجسه، اینقدر بده. خدا فرمود از این کارا بکن. چش آقا من تا ندانم علت و فلسفه اش را. بیا اینجا، مریض شدی تا حالا؟ بله. رفتی دکتر؟ بله. یه آمپول بهت میده میگه 15 رو یه بار بزن، یکی میده میگه یه ماه یه بار بزن، یکی میده میگه هفته یکی بزن، یکی میده میگه 12 ساعت یه بار بزن، یه کپسول میده میگه شبی یکی بخور، یکی میده میگه 6 ساعت یکی بخور، یه شربت نمیگه آقا 8 ساعت یکی بخور، یه نمیدونم استامرفنا 6 ساعت یکی بخور، بروم هگزینا زور بخور، نمیدونم و و و و و الی آخر. آقای دکتر تا من نفهمم چرا و قبول نمی کنم. برو باب دنبال کار دیوونه. چرا؟ بله بله چشم. ها پس اینا 6 ساعت یه بار، اینا 8 ساعت یه بار، اینا 12 ساعت یه بار، اینا هفته یکی، اینا چشم. آقای دکتر خدا حافظ. چرا؟ برای اینکه میگم که این آقا بعد از دیپلم رفته دانشگاه، پارتی هم نداشته، پولم خرج نکرده، کار کرده به دکترا دادند، ملاس متخصص چیز خالیشه، مرض منو فهمید، این داروشه چش. خدا میگه اینجوری باش، برای من اندازه یه دکتر من قبول داشته باش. به اندازه یه پزشک قبول هم داشته باش، بیشتر نه، یه پزشک. آقای گرسن جوری بخور چش. من مرارن خیلی من بیمار میشم، الانم بیمارم، من درست که اومدم یه از باقیم بیمارم، خیلی بیحالم. یه حدیث بگم به یادگاری داشته باش، چیزی که دیشبای میشه به داده من رسید، والله العظیم، والله العظیم، حدیث صحیح هست در کتاب شریف کافی است، کتاب و صلات کافی، قال صادق علیه السلام، حدیث صحیح هست، گوش کن، حفظ کن، بهش عمل کن، خدا شاهد باش راست میگم ها، زامن وقتت باشم اگه خلاف بگم. به داده من رسیده از بارها، قال الصادق علیه السلام من ادا فریضه من فرائض الله فله عند الله دعوه المستجابه. الله اکبر. فرمودن پیغمبرم به بندگان من بگو هر کس یه نماز از نمازهای واجبش را صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا تحویل من بده، پاکیزه اونجور که من میخوام، یه دعا مستجاب پرلو من طلبکار میشه. عربیشا بنویس، فارسیشا بنویس، من ادا فریضه من فرائض الله فله عند الله دعوه المستجابه. دیروز صبح تا غروب من داشتم میمردم از تب، تهوع، بدن درد،
رفقای بزرگوار ما خدا سلامتیشون بده، من دکتر آمپول و قرص و شربت و به خدا قسم تا بعد از نماز مغرب و عشا مطمئن بودم من نمیتونم برم، اما از همه شب بهتر من رفتم. بعد از نماز رفتم به سجده، گفتم خدا من تو این شهر غریبم، پیر مردم، برای امام حسین و منبر اومدم اینجا، نمیخوام مجلس اینا خراب بشه، نمیخوام نتونم اداره کنم وقتشون ضایع بشه، تو زقشون بخوره، خدا کمکم کن. والله العظیم به یه دقیقه بر نخود ورقم عوض شد، والله العظیم، خدا شاهد باش راست میگم، نوکر دم، عبد دم، غلام دم، والله راست میگم، چنون ورقم عوض شد که اصلا انگار من اون آدم صبح تا نبودم، نشستم اینجا یک ساعت و ربع منبر بودم دیشب. ها باور کنیم خدا را، امانت این است که باور کن خدا هست، باور کن خدا خالقته، خدا رازقته، خدا مدیرته، خدا مدبرته، خدا ربته، خدا دوست داره. گوش یه سلام بفرستی. و عجل فرجهم، آفرین آفرین، ترکش نکنید، چون بعد از هر صلوات یه دعا مستجاب دارید. و عجل فرجهم، گوش کنید، حدیث داریم که وقتی سوره قل هو الله احد الله الصمد نازل شد، پیغمبر اکرم تو مکه، زمانی که پیغمبر مکه بود 13 سال اول بعثت، راه میرفت تو مکه و بلند بلند سوره قل هو الله میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. کی میدونه صمد یعنی چی؟ هر کی میدونه بگه ببینم. صمد یعنی، بذار خودم بگم، صمد یعنی عالم وجود به او وابسته و نیازمند اوست و او از جمیع عوالم بی نیاز است. الله الصمد، هی پیغمبر گفت الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. یکی از مشرکین لجوج خبیث هی میمنو تو ماستون، یا میگیم تو زق پیغمبر میزد، شما چی میگید؟ زق، تو زق پیغمبر میزد، میگفت سنم سنم سنم، یعنی سنم یعنی بت، میفهمود الله الصمد، میگفت الله الصمد، میفهمود بنده خدا الله الصمد، میگفت الله الصمد، بت بت. به خدا قسم حدیث داریم یه روز رفت بگید یا سنم یا بت، اشتباهی چون از پیغمبر صمد زیاد چنده بود، رفت بگید یا سنم، گفت یا صمد، فوری خدای منان فرمود لبیک عبدی، ملاکه گفتن خدایا این مردی که رب بگید یا سنم اشتباه کرد، گفت یا سمد، فوری میگی لبک، خطاب شد اونی که تو میفهمی منم میفهمم، اما این یه عمر میگید یا سنم هیچکی جوابش نداده، حالا هم که گفت یا سمد من جوابش ندم، پس چه فرقی میکنه؟ قال الله تعالی یا احمد به امتم بگو لو علم المدبرون، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، اونایی که بد حجاب پشت به من کردند و میرن، اونایی که شب پا نمیشن یه خود با من مناجات کنن، اونایی که مرا قبول ندارند و نمیپرستن، اگه میدونستن چقدر مشتاقم بیاد رو به من از شوق میمردن. نچشیده ای، نچشیده ای، نرفته. این زنهای بدحجاب نمیدونن خدا چقدر دوست داره که بره تو چادرو بگه خدا، نمیدونه، خوب نچشیده، خودش که نمیدونسته نکرده، ما هم که تو این 40 سال نگفتیم، گفتیم کردن خو نکردن. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیکار میکنه که این همه بودجه از دولت میگیره در طول سال، چیکار میکنه که اوضاع اینجوریه؟ همشون، همشون به خصوص بعضی از دوره ها نمیخوام نام ببرم، خیلی خراب عمل کردن، چرا اینجور میکنن؟ خب چرا باید بعد از 40 سال حکومت روحانیت توی رادیو تلویزیون و فرهنگ و و و و و و الی آخر، چرا باید الان ده عاشورا؟ من خودم از تهران دارم میام، ده عاشورا تهران بودم، من همین پریشم قد دوشم قد عاشورا، گفت آقا جون بیا ببرم میدون منوریه ببین،
میدان منیری تهران داره زنده پخش میشه، برن ببینن کی میشنوه، بله ببینه. زنای بدحجاب، بدحجاب که نه شالا بدحجاب بودن، به خدا اروپایی اینقدر افتضاح به بدحجاب نیستن والا، خیلی خرابه. یکی طول سگ زیر بغلاشون میمدن میدان منیریه، بهشون مشکی میپوشوندن. یا ابوالفضل چرا سنگ از آسمون نمیاد؟ خودم دیدم ها، خودم دیدم. بلا نازل میشه، یهو میشی مثل سوریه و یمن، میگه میشه جلو خدا را گرفت. هر چی قدرت داشته باشه حریفش نمیشی، هر چی میخوای اسلحه جمع کن، اگر خدا اراده کرد حریف نمیشید. نکنید اینجور. آینه گر عیب تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. آینه را نشکون، خودتا بشکون. ما تو این 40 سال ضعیف عمل کردیم، معرفی نکردیم ولایت مطلقه الهی را. که یعنی چی؟ که این بندگان خدا خود به خود، چرا وقتی امام زمان ظاهر می شود تمام زنا بدون استثناء میرن زیر چادر؟ چون یزع یده علی رؤوس الناس فیکمل عقولهم. اول کاری که میکنه با ولایتش، ولایتش، اون ولایته، عقول کامل میشه. خانوما بدون این که بگی بکش پیش، خودش میکشه پیش سریشا، خودش میده تو چادر، خودش که از خونه بیرون نمیاد. پذیرش عوالم وجود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتم گذشت ها رفقا، میگن بیشه یه ساعت نشه، راستم میگن، اما چجوری جمعش کنم؟ بذارین من بگم، حالا بعد روزه میخونم چیکار کنم. منم اتفاقا اول منبرم که شعر میخوندم دیگه، اشعارم نمیخونم که بیشتر صحبت کنم، که برسونم به آخرین بحث را، به اجار برسونمش، ناقص ها نکنم و برم، چون خیلی حرف مونده اصلا، اقیانوس حرف مونده، به اخلاقیاتش نرسیدم هنوز. گوش کن، از ذهنم پرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الله اکبر، ماشاءالله به صلوات خوشگلتر بفرز اومد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان هاست و هر چه در زمین است. سبوح قدوس میگه این بلنگو، این منبر، این فرش، این ستون، ذرات اتم. ام من شیء هیچی در عالم نیست الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهون. در عالم وجود ذره وجود ندارد که نگه سبحان الله. وقت گذشت ولی یه داستان برات میگفتم، اگه یادم بود و حال چه داشتی ولی شب برات بیادم بیاد بگم براتون. بزرگان ما، اون مرد بزرگوار تو اصفهان بیدار شده بود، ما نماشد ده بود تمام در و دیوار میگن سبوح قدوس. اومده بود بیرون کجا ده بود زیر آشمند حسین نجفی مچشایی زیر گنبد داره میگه سبوح قدوس، تمام ذرات، آجرا، چفت در، لنگ در، پله، آجرا، سهل، حوز، همه دارم میگه سبوح قدوس. لا تفقهون. قرآن میگه نمیگه نیست، میگه تو نمیفهمی، تو در گوشت بسته است، تو را موسیقی های نجس تلویزیون ترت کرده، تو را فیلم های نجس تلویزیون کورت کرده، تو را این دختره که تا کل سرش موهاش پیداست و میگه خارج از کشور افتخار برای کشور است، شطرنج بازی میکنه، تو هم تماشا میکنه، کورت کرده، تو اینا رو کورت کرده. بلا هست و هستن کسانی که عب بودن میشنون. خودم دیدم با چشم. یسبح لله ما فی السماوات، اما اختیارش نیست، اختیارش نیست. اونی که سحر اعوذ بالله من الشیطان تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم، اونی که نیم ساعت به اذان صبح خودش از رخت خواب میکنه، میره وضو میگیره، وامیسه میگه الله اکبر لا اله الا الله
انسان است. این ارزش داره، ولی بی اختیاری که ارزش نداره. امانت خدا چیست؟ پذیرش ولایت مطلقه ربوبی برای خدا و عبودیت برای خودت. چون عقل داری اونا ندارن، اختیار داری اونا ندارن. بعدی ها چی چیه؟ فردا شب هر کی با من میاد کربلا یه صلوات مال باباش بفرسته. خدا میدونه من دو تا صفتی دارم. خدا قرار داده، تکسبی نیست، اکتسابی نیست، خدا بهم داده، الحمدلله شاکر خدام، ممنونم. با این است که دوست دارم جایی که دعوت میشم بهم بگن چیکار کن. دوست دارم بیا بیش اینجا و هر بسم الله الرحمن الرحیم هر چی اومد بگو خوشم نمیاد، چون خودم وقتی مصمم میشم خوشم نمیاد. خوشم اومد گفتن آقا جون امشب توسل به علی اصغر سلام الله علیه پیدا کن. گفتم چشم. اما قوغا عجیب است. اول من یه تیکه بگم بعد روز علی اصغر بخونم. تیکه‌ای که در زمان مرحوم آیت الله العظما افتخار تشیع آشق عبدالکریم یزدی سلام الله علیه، اون فحل تربیت شاگردان قدر در علم و تقوا در حوزه مقدس قم، یک فشار سنگینی از طرف سگ زنجیری نجس انگلیس رضا شاه به این مرد بزرگوار وارد شد. سنگین بود فشار، اونقدر فشار طرف این سگ نجس نانجیب خبیث معاویه ثانی صدام ثانی کثافت، اونقدر فشار سنگین بود که حاج شیخ برید. استاد ما میفرمودن که به مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی سلام الله علیه ولی خدا معروف به تشرف محضر امام زمان، فرمودن که آشمام تقی پاشو برو جمع کنان محضر امام زمان بگو یبن الحسن بریدم من، بابا کمکم کن، خسته شدم، این سگ زنجیری رها نمیکنه، کمکم کن. میفهمدن که استاد ما میفهمدن که مرحوم آقای بافقی و مرحوم آقای بهادینی آقای گلپایگانی یا صمد خونسار یا صمد زنجانی و و و و و, و آقای عراقی و فهمون شاگردان مرحوم حاشق باشید، ما رفتیم جمع کنا از اول شب تا صبح. ابن الحسن از آنها گفتن نماز به امامت مرحوم حاشق خوندیم و فرمود پاشید بریم، من جواب گرفتم باریکلا ما ندیدیم، گفت من دیدم، گفتیم ها، فرمود پاشید برید، آقا فرمودن پاشید برید قم با حاج شیخ و شاگردا برید حرم عمه ام فاطمه معصومه یک روزه ام یک روزه عموجان مظلومم علی اصغر بخوانید برابر طرف می شود. نفرمودم من دعا میکنم بشه خودم میکنم، نه، با توسل باید بشه، باید کار با دست امام حسین بشه. میفرمود اومدیم قم و رفتیم با حاجی خوشاگدا تو حرم و یه روزه علی اصغر خوندیم، اومدیم و رفتیم رسیدیم خونه، از تهران تلگرافم به حاجی بگید مشکل حل خلاصه، رها کرد. الله اکبر. این علی اصغر کیه؟ صلوات الله علیه. خاموش کنی من هم وقتی هم که چشمم عشق میگیره، چشمم که ضعیف عینکم دنبال نمیارم، با عینک من میخونم، میرم هم دو نگاه میکنم، همینقدر که شبهشو میبینم و از حافظم استفاده میکنم، چون من چشمم بدون عینک خط نمیبینه. خاموشش نکن تا بگم بعد که روزه میخونم بگو. 17 تا خصوصیت من نوشتم از حضرت علی اصغر سلام الله علیه. 17 تاست. یک، کوچکترین سرباز است، متولد دهم رجب، 6 ماهش بود، بچه 6 ماهه یه دو تا دندون کوچیک بالا و پایین بیشتر نداره، محتاج است به سینه مادر و شیر، حاجتمندا. جمعه متعلق به امام زمان است و حالا هم جمعه بود، رفتیم برای خونه امام زمان و این عموی بزرگوارش، حاجتمندا. بسم الله. دوم، تشنه ترین سرباز است. چرا؟
چون شما که روزه میگیری ما رمضان هر چه گرم و هر چه آتش تحمل میکنی، اما بچه کوچیک من دیدم، من هم بچه داشتم هم نوه دارم الان متعدد. نوه من میاد میگه مامان آب، وقتی میگه مامان آب تا میاد هم مامان آب، مامان آب، حالا میارم مامان آب. تشنه ترین سرباز بچه تحملش نسبت به آتش سه ضعیف ترین سرباز است. اگه میخوای باور کنی خونه برو بچه شش ماهه داری نگاه کن به دستاش، به پاهاش، ببخشید به گلوش، ببین که چی میبینی. تنها سربازی که رو دوش بابا شهید شد علی اصغر است. هر مله بر دوش بابا تازه خوابم برده بود. وای کلا تو را خدا یه جوری کار کن که دست خالی نری بیرون. من این سفره پهن کردم به امر خودتون، یه جوری کار کن که دست خالی نری بیرون. اولا فرجی آقا را در نظر بگیر، آقا دعات کنه. پنج تنها سربازی که ابی عبدالله بهش نماز خوند علی اصغر بود. به اون سرباز آقا نماز نخوند، اما به علی اصغر نماز خوند. به من نگاه کن آقا، بچه را گذاشت زمین 70 بار فهمود الله اکبر. بابا الله اکبر، الله اکبر. تنها سربازی که امام حسین سلام الله علیه دفنش کرد، مرحوم شیخ ششتری میفرماید علت دفن امام حسین علی اصغر را 5 تا علت داشت. من 2 تا داشت یادمه، بقیش یادم نیست. میفرماید که علت اولش این بود که این بچه مثل یه مرغ گلو دریده جلو رباب، رباب تحمل دیدنشو نداشت. دومی که این بچه زیر سم اسب اگه میرفت بچه مثل مرغ میمونه بدنش، لطیفه. سم اسب تیکه تیکش میکرد و به صحرا پخشش میکرد، الا مردان بزرگه. سوم این که میتونست دفع کند، علی اکبر نتونست دفع کنه. روزه اول فصل که میخونم میگم برات، عباس اون عظمت دقیقا داره 70 سانته، چون هر تیکش به یه گوشه صحرا ریخته بود، نتونست جمع کنه آقا، اما اینا میتونست دفنش کنه که دفنش کرد. تنها سربازی که از طرف خدا به سید الشهدا تسلیت آمد، تا تیر خورد به گلوی بچه و بچه بال بال زد، فوری خدا فرمود صبرن یا حسین، تسلیت میگم به آرام باش. به خدا قسم اعتقادمه اگر تسلیت خدا به داد امام حسین نرسیده بود، چه به سر آقا میمد با این بچه کوچیک، با این دل مهربانی که حسین ما داره. اینم یکی. تنها سربازی که سند مظلومیت سید الشهدا است. اینم یکیشه. یعنی چی؟ یعنی غروب عاشورا عمر سعد نمیگی لعنت الله علیه، عمر سعد به حمید ابن مسلم گفت سوار بر اسب میشی منزل به منزل به تاخت میری، منزل به منزل اسب تازه نفس عوض میکنی، سریع 2 روزه میری سوریه شام. از کربلا تا شام من پرسیدم 500 کیلومتر است. سریع میری خبر کارا به یزید میرسونی. اونم سوار بر اسب، خبرنگار بود، همه رو تو کربلا نوشته بود، کتاب دستش بود، سوار بر اسب و به تاخ 3 روزه رفت سوریه، رفت بر یزید وارد شد. نشست گفت چه خبر؟ واکب بناکب بخونه، گفت اینجور شده. گفت بینا رو بذار کنار ببینم چی دیدی. سیاست مدار بود، زن آزاده، پدر سگ، حروم زاده. گفت چی دیدی؟ گفت اونی که دیدم رو بگم. گفت آره. گفت اونی که دیدم رو بگم. گفت آره. گفتش که تا نزدیک ظهر قصه کربلا، کتاب کربلا به نفع تو ورق میخورد. بعد از ظهر عاشورا سید الشهدا یک شاهکار کرد، ورقا 180 درجه برگردوند، 100% عوض کرد. گفت چیکار کرد؟ گفت رفت تو خیمه، یه بچه 6 ماهه تشنه زیر عبا گرفت اوورد برابر لشکر، فهمود الا ترحمونی فرحمو هاذا الرضیع.
بذار حالا که تنجا اومدم قشنگ روزشو بخونم برات. بابا جون بچه‌م داره اونذرو کیف یتلاظا عطشا، ببینید داره مثل ماهی لحظات آخر دهن به هم میزنه، لبون زبان به هم میزنه، این داره از دستم میره. بابا جون لشکر گفتن حسین دروغ میگه، آبش ندید، برای خودش میخواد. آفرمود خدا شاهد است من تا حالا دروغ نگفتم. اگه میگید من دروغ میگم بچه را بگیر آبش رو برگردانید. حمید ابن مسلم به یزید گفت اگر لشکر تو آب بهش داده بودن تو جنگا برده بودی، اما لشکر تو به این بچه تیر زدن، ورق برگشت. تا اون وقت میگفتن که یزید است و نیم کره زمین حکومت و خلیفه هم است. خب این امام حسین از مکه آمده است، کربلا میگه حکومت مال منه، 70 تا مرد و مرد و جنگ، اینا 70 تا اونا 100,000 تا، خب معلومه کش نمیشن. اما بیا اینجا بچه 6 ماهه را چرا تیر زدی؟ میگه یه لیوان آب چقدر بود مال یه بچه، چرا بهش تیر زدید؟ گوش کن، از کربلا تا کوفه 90 کیلومتر دو منزله، تو این دو منزل 90 کیلومتر 25 نفر حمله کردن عمر سعد رو بکشن، محافظین عمر سعد کشتندشون، حرفشون این بود که چرا بچه را تیر زدید؟ چرا این رقیه میگید بابا چرا میزنیدش؟ ما بابا چهار جنگ ندارم چرا میزنید؟ مگه این دختر پیغمبر شما چرا میزنیدش؟ جنگ و حکومت بود، خب کشتیم خلاص، چرا بچه را میزنید؟ حرفشون این بود. جرقه توابین عصر عاشورا تو کوفه زده شد. پس تنها سند مظلومیت سید الشهدا علی اصغر است، لذا دم مظلوم خیلی کاربرد داره. الهی به دم المظلوم عجل لولی کل فرج. نو تنها سربازی که امام علیه السلام از مادرش خیلی خجالت کشید. چرا؟ ابو خلیق به مختار گفت، مختار به ابو خلیق گفت، ابو خلیق خبرنگار بودونم گرفتش، گفت جای دلت به حال حسین سوخ؟ گفت آره یه جا خیلی دلم سوخ. گفت کجا؟ گفت اونجایی که ابی عبدالله داشت مردم حرف میزد، این بچه هم رو دستش بود، سر بچه هم از تشنگی به عقب افتاده بود، تمام این گردن پیدا بود، این تیر که زدن این بچه یه تکون خود. آقا نگاه کردید، آخ تیر خورد و بچه اینجوری شد، دیگه حسین ساکت شد، سرش انداخ پایین بنا کرد بره. من خیلی دلم به حال آقا زوخ، دنبالش رفتم ببینم چی میشه، دیدم وقتی از تل زینبی رد شد نگاه کردید رباب دم خیمه ایستاده، بچه را از آقا تحویل بگیره به خیال اینکه سیرابش کردن. آقا نگاه کرد رباب ایستاده است، برگشت تو میدون، یه مقدار ایستاد، دید رباب نمیره داخل خیمه، دوباره برگشت، دوباره رفت، دوباره برگشت، 3 بار اتفاق افتاد. بعد دید رباب نمیره داخل خیمه، راشا کچ کرد پشت خیمه، یه قبری کند، منم رفتم نگاه میکردم ببینم چی پیش میاد. گوش کن ببین چی بهت میگم، ابی عبدالله زینب فهمید چی شد، دوید به داد داداشش برسه، وقتی رسید فرمود زینب این بچه رو از من بگیر، تیر تو گلو گیر کرده، من این تیر از استخوان گلو بکشم بیرون. رفت بچه را بگذره میان قبر، دیدم رباب داره میدوه، میگه یا حسین صبر کن ببینم چی شده، خیلی دلم سوخت، حالا که داری خوب با من میای و حقشو ادا میکنی فریاد یا حسینت بلند بشه، مشکل داره بسم الله. گفت دیگه دلت کجا سوخت؟ گفت عصر عاشورا همه فرماندهان اومدن یکی سر از عمر سعد گرفتند و بردن کوفه جایزه بگیرن. ابو ایوب قنوی فرمانده بیلدارایی بود که تو کربلا مرده های اونا را دفن میکرد، تا رفت دفن کنه و بیاد سرها تموم شد، اومد گفت عمر سعد منم سر میخوام ببرم جایزه بگیرم، ای لعنت بر این مردم بی حیا. عمر سعد گفت اون بچه ای که آخر بار تیر خورد سرش رو من نمیبینم. گفتیم بابا جون ابی عبدالله پشت خیمه ها دفنش کرد، نیزه دارا اومدن، نمیدونم بگم یا نه،
نمیدونم حقشو ادا میکنی بگم یا نه. نیزه دارا اومدن با این نیزه ها تو خاک فرو میکردند و در می آوردن. یکی از نیزه دارا نیزه را فرو کرد رفت تو سینه علی اصغر، گرفت کشید بیرون گفت بیایی پیداش کردم. گفت میدونی چرا دلم خیلی سوخت؟ برای اینکه این بچه را گرفتن برابر چشم رباب سرش از بدن جدا کردن. حسین تنها سربازی که به روح ابی عبدالله تبسم کرد، تا تیر خورد آقا یک تبسمی کرد، یعنی بابا دردم نیومد ناراحت نباش، تسلیت میگم به بابا جونم. تنها سربازی که امام سجاد این بدن در آورده را رو سینه امام حسین دفن کرد، تنها سربازی که یه حرمل نمیزدش جون میداد از دنیا میرفت، تنها سربازی که خون شعبی عبدالله با آسمون پاشید، تنها سربازی که همه خونش و ملائک با آسمان بردن. یه رباعی بخونم التماس دعا. حرمله بر دوش بابا تازه خوابم برده بود، والیکلا مریض دارا، حاجتمندا، گرفتارا، سادات انجمن، مشکل دارا. حرمله بر دوش بابا تازه خوابم برده بود، بوسه زینب همکنون بر گلویم خورده بود، از چه رو آتش زدی بر بوسه گاه عمه ام؟ واویلا غنچه پر پر نمودی که از آتش پج مرده بود. دو تا سر بود به نیزه ها بند نمی شد. یا حسین یا ابا عبدالله. یکی سر عباس بود شب دیگه مراد می گن. یکی هم سر علی اصغر بود چون خیلی کوچولو بود. حسین چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری؟ چرا چشمان پر خون و تبسم بر دهان داری؟ یه چیز یادم اومد بذار بگم برات. تیر وقتی به گلوی علی اصغر خورد، آقا زیر عبا گرفت ولی چوب تیر از زیر عبا بیرون بود، پیدا بود بچه ها دست بابا خونی شده، گمونم اصغرم قربونی شده. هیچ میدانی تو را از شیر میباید گره، گرچه میدانم گلوی نازکت را تاب نیست. فرج امام زمان، شفای مرزای شیعه، این طفل مرزی که جلو منبره، حل مشکلاتی که پدر بزرگوارش جوونش مشکل داره. دستا بیاد بالا تو را خدا، اشکادم پاک نکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه نمیگه دا اما یجیب مستر رضا آه به یک شف و سو. اما یجیب آل و یک شف و سو. اما یجیب آل مستر رضا آه به یک شف و سو.